درود بر شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو تلویزیون های آیدیا این اندیشکده جهانی من سیروس کنگرلو هستم خوش آمدید به برنامه دیگر از سری برنامه های درس از فلسفه که اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته در مورد فیلسوف بزرگ ایرانی ابو نصر محمد ابن فارابی صحبت کردیم که همین اسامی عربی باعث شده که اونها شناسنامه این مردان بزرگ تاریخ ایران و ادبیات ایران و فلسفه را به نام خودشان تصور کنند زهی امید محال موضوع این برنامه دوم از صحبت درباره فارابی به نام فارابی و آرمان شهر اوست که میشه گفت فارابی ان هیز یوتوپیاس توضیح دادیم که او کیست دیدگاه کلی ایشون به دنیای پیرامونش چگونه است و حتی از علاقه خاص ابن سینا به نوشته های او هم صحبت کردیم و گفتیم که جایگاه او آنقدر مهم است که او را معلم دوم یا به زبان عربی معلم سانی مینامند چون معلم اول سقرات و معلم دوم رو فارابی می دونن. اما امروز و در این جلسه بیشتر در مورد آرمان شهر او سخن خواهیم گفت و با و یا اصطلاحا همان یوتوپیا که ممکن است به لسان عرب مدینه فاضله باشد شنیده باشید البته در مورد یوتوپیا قبل از هر فیلسوف دیگری باید با دیدگاه های افلاتون بپردازیم که در ادامه برنامه در مورد او هم توضیح خواهیم داد اما افلاتون و فارابی از بین دانشمندانی که به مسئله فلسفه سیاسی پرداختن موقعیت ویژه دارند در ضمن باید بدونید که افلاتون آرمان شهر را به بدن انسان تشبیه کرده بدنی که کامل و صحیح است و همه اعضای آن به هم مرتبط هستند و هر یک دارای وظایف خاصی هستند همچنین در بین اعضای بدن عضو اصلی وجود دارد که اعضای دیگر بدن از آن پیروی می کنند به همین ترتیب که در آرمان شهر هم باید افراد با هم مرتبط باشند و در عین حال تک تک افراد دارای وظایف خاصی باشند و باید کسی باشد که شایستگی ریاست بر مردم را داشته باشد در نظر افلاتون زمامدار این آرمان شهر باید فیلسوف و دوستدار تمام دانش ها باشد چون دولتی که بخواهد جامعه را سعادتمند کند باید نخستین و والاترین هدفش ایجاد محیطی باشه که اخلاق و دانش در یک کلمه فلسفه بتواند در آن رشد کند فارابی مانند افلاتون آرمان شهر رو به بدن انسان تشبیه میکنه و آن را برخوردار از چنان تعادل و هماهنگی میدونه که مانند یک کل واحد همه اجزا در عین تفاوت از تمامیت و تجانس بهرهمند هستند در دیدگاه ایشون نظام آرمان شهر از ثبات و دوام از وحدت و تجانس برخوردار هست و هر کدوم از افراد اون شهر دارای وظایف خاصی هستند و وظایف هر کس در حد شایستگی او و توسط رئیس شهر تعیین میشه از طرفی فارابی هم مانند افلاتون معتقد هست که رئیس شهر باید فیلسوف باشد و دوام و بقای جامعه را وابسته به حکمت میدونه در صورتی که رئیس جامعه حکیم نباشد اون جامعه محکوم به تباهی و نیستی است البته این شباهت ها به این معنا نیست که فارابی با افلاطون اختلاف نظر ندارد چون فارابی فیلسوفی ایرانی است و در بیان آرام اون آرمان شهر خودش از اعتقادات متفاوتی تأثیر پذیرفته همچنین فلسفه نظری فارابی بر آراء سیاسی او و بر طرح آرمان شهرش تأثیر به سزایی داشته به عنوان مثال یکی از موارد اختلاف این هست که انظر افلاتون رئیس آرمان شهر حکیمی است که دوستدار و جویای تمام دانش هاست و دل در طلب درک واقعیات داره و به دنبال شناختن عالم مثال و ایده است در حالی که دیگران از درک آن بی و در عالم کسرت و دگرگونی سرگردانند اما در دیدار فارابی رئیس شهر حکیمی است که به درجه اتصال با عقل با عقل فعال ارتقاء پیدا کرده باشد و تمامی معارف و علوم را بداند و از طرفی طرح اندیشه یوتوپیا یا همان آرمان شهر بیشتر در دوره صورت گرفته که نظام های اجتماعی از عدم انعطاف سیاسی بیشتری برخوردار بوده و اندیشمندانش را در تأثیرگذاری گذاری بر نظام سیاسی اجتماعی زمان خودشان ناتوان دیدند و از طرف دیگر وجود ساخت ناسالم و به تعبیر جامعه شناختی غیرکار کردی باعث می شده که هر کدام از اندیشمندان، فیلسوفان و حتی جامعه شناسان به ساختن تصویری ذهنی و آرمانی از جامعه ای که مردم و مخصوصا طبقات اقشار پایین جامعه بتوانند نیازهای خودشان را در حد معقولی تامین کنند و دوستی و همکاری را جایگزین ستیزه و تضاد در روابط اقتصادی اجتماعی کنند اقدام کردند. به همین دلیل می توانیم تلاش اندیشمندان در طرح آرمانشهر را نوعی ترریزی و برنامه ریزی برای ایجاد اصلاحات و تغییرات بدونیم که مقصد آن در این اندیشه ها همان آرمان شهر است توصیف افلاتون از آرمان شهر و حکومت با توضیح منشأ جامعه شناسی یعنی چگونگی گرد هم آمدن مردمان برای برپا کردن کشور آغاز می شود جالب است که بدونید که به نظر ایشون انگیزه این کار نه همسایگی و نه تشابه نژادی بلکه نیاز اقتصادی افراد بشر به یکدیگر است و این نیاز هم از دو چیز سرچشمه می گیرد یکی توانایی محدود افراد برای برآوردن همه نیازهای خودشون و دیگری استعدادهای گوناگون افراد که آنها رو به کارهای متفاوتی قادر میکنه یعنی استعدادهای عمومی و منحصر به فرد افراد اما توجه داشته باشید که با اینکه افلاتون به طور مطلق معتقد به اقتصاد به عنوان تنها منشأ جامعه سیاسی نیست بلکه عوامل دیگری رو هم دخیل میدونه اما نیاز اقتصادی رو زیربنای اون میشماره در طرف دیگر یا از طرف دیگر آرمانشر در اندیشه فارابی بر اساس یاریگری تقسیم کار و توضیح و اون توضیح مسئولیت های اجتماعی بین اعضای جامعه به منظور رفع نیازهای فرد فردی و جمعی تشکیل میشه ولی در واقع به نظر فارابی وظیفه اصلی حکومت اون کوشش و اون تلاش همه جانبه برای برقرار کردن امنیت و آرامش و استقرار گسترده شبکه آموزش و پرورش به منظور کشف استعدادها و پرورش آنها نه اعدام آنها نه کشتن آنها نه متواری کردن آنها از جامعه و بهرهگیری صحیح از استعدادهای شکوفا شده برای واگذاری مسئولیتهای متناسب نه یک شخص چلمه چپخسرا را به ریاست موزه فرش ایران قرار دادن اینها مسئولین مناسبی برای اعتلاع یک جامعه به سمت مثبت تکامل نخواهد بود اتفاقی که در بین که در ما در بین ما ایران در ایران کلا امروز اتفاق میفته نیازمند یک چنین تفکرات پایه‌ای صحیح عقلانی هستیم به صورت کلی مبحث آرمانشر از مباحثی هست که در دورانهای مختلف تاریخ فلسفه مطرح شده و اگر صرفاً اون رو به معنای طرح شهری اون یک شهری ایدئال و کاملا نیک در نظر بگیریم تاریخ ظهور آن به یونان باستان برمیگرده البته آرمان شهرهای مختلف وجود داره و از آرمان شهرهای مهم متأثر از طرح افلاتون میتونیم به شهر خدای آگستین در قرون وسطا گفتارهای ماکیاولی و یوتوپیای تامس مور در عصر رنسانس و فارابی در ایران اشاره کنیم که برای درک بهتر موضوع هر یک رو جداگانه توضیح میدیم تا بتونیم با آرمان شهر فارابی نه مدینه فاضله به زبان پارسی خود افتخار کنید آرمان شهر فارابی مقایسه کنید از تامس مور آغاز میکنیم مور یکی از معماران نظری آرمانشهر و از افراد مشهور دوران رونسانس در انگلیس است. از نظر او آرمانشهر کشوری فرضی به نام ابراکساست و فرمان روای آن یوتوپوس فرمان, فر فرمان داده تا در اطراف این شهر تنگه حفر هف کنند و به قول دوست خردمندمان استاد هلمند کندک ها که بعدا در زمان عربی شد خندق ها و حتی کانال رو به تعبیر ایشون از همون کانال یا کنده هایی که در ادامه به نام کانال مطروف میشه باید به برد و زبان خود را شناخت و فرمان روای اون رو همونطوری گفتم یوتاپوس فرمان داده است تا در اطراف این شهر تنگه های حفر کنند و اون رو به صورت جزیره جدا از سرزمین های دیگر درآورند. دریانوردی به نام رافائل به طور ناگهانی از این جزیره گذر میکنه و پنج سال در اون زندگی میکنه و فقط به این دلیل که به اروپا برمیگردد که سازمان عاقلانه و عادلانه آن جزیره را به اروپاییان بشناساند تمام جزئیات در آرمان شهر مور آنچنان به تفصیل آمده که و از وسواس و احتیاطی ویژه در توصیف کامل همه چیز حکایت داره از محدودیت جغرافیایی از محدودیت جغرافی اون شهر روابط اجتماعی میزان جمعیت نوع پوشش ثروت اهل شهر و شیوه نگهداری اون گرفته تا حکمت اخلاقی مردم حوزه کیفری و دادرسی جنگاوری و دینمداری ساکنان آرمانشهر و ده ها موضوع کوچک و بزرگ دیگر اما یوتوپیای تامس مور کتابی هست که بیشتر با سرنوشت تمدن اروپایی پیوند داره در این کتاب از مسائلی مانند فراهم کردن ابزار مرگ آسان برای بیماران درمان ناپذیر کیفرشناسی طلاق پشتوانه طلا برای پول حقوق زنان آموزش دولتی رواداری دینی و حتی مسائل زیست بومی اکولوژیک سخن گفته شده که شاید با توجه به متفاوت بودن فرهنگ و جغرافیا با آرمان شهری فارابی متفاوت باشد اما از نظر او هم آرمان شهر یک جامعه سیاسی است و نوع نظام سیاسی آن دموکراسی پارلمانی است و نمایندگان مجلس از 54 شهر آن به طور غیر مستقیم انتخاب می اما پادشاه تا پایان عمرش بر آن فرمان روایی می کند ولی اگر مستبد شد می توانید او را کنار بگذارید از لحاظ اقتصادی هم طرح مور برای این ناکجا آباد نمایانگر یک جامعه سوسیالیستی است هرچند بسیاری سوسیالیسم او را تخیلی دونستند اما میگویند یک مالک خصوصی ما اون مالکیت خصوصی باید لغو بشه دو تقسیم کار باید بر پایه نیازمندی ها باشه و سوم خانواده باید پایه جامعه باشه و چهارم پول رو باید از جامعه برداشت پنجم باید برای همگان امکان آموزشی در آسایش فراهم باشه و در برابر دشواری های زندگی باید از مردم پشتیبانی کرد و شش مردم باید در پذیرش دین آزاد باشند و هفت حکومت باید پادشاهی باشد بسیار خوب در این قوانین نکته ای که جالب هست این هست که گرایش به مالکیت اشتراکی یعنی تملک زدایی از نکته های برجسته هم هست که در این آرمان دیده میشه به این جهت گرایش کمونیستی ویژگی اصلی ایتوپیای مور رو تشکیل میده و اما آرمان شهر آگستین آگستین در سال در سال 354 میلادی در شهر کوچکی در افریقای شمالی به نام تاگاست از پدری بودپرست و مادری مسیحی به نام مانیکا متولد شد و جالب اینجاست که او را معاصر بهرام گور پادشاه ساسانی می دانند. برای آگوستین هیچ یک از چیزهایی که در جهان میبیند و تجربه میکند مستقلا و به عنوان خود آن چیزها برایش اهمیت ندارد و اصول اندیشهش برخلاف اندیشه رایج مردمان هست و یگان هدفی که همه چیز رو در خدمت اون قرار میده این هست که آنچه میخواهم بدانم و بشناسم روح هست آگوستین میگویه که آدمی گودالی است که در که ژرفنایش پایان نداره و شمردن موهای تن او آسانتر از شمردن احساسها و امیال و آرزوهای دل اوست به نظر ایشون یقین به اینکه من هستم تردید درباره تمام حقایق رو از بین میبره و معتقد است آدمیان در اینکه آیا نیروی زیستن و خواستن و اندیشیدن خاص حواست یا آتش یا خون یا اتم ها تردید کردند ولی چیست تردید کند در اینکه خود او زنده است و به یاد می آورد و درد می آبد و در می آبد و بی خواهد و میاندیشد و میداند و داوری میکند حتی هنگامی که تردید میکند میفهمد که تردید کرده خود اوست بنابراین تردید هستی حقیقت را ثابت میکند چون تردید میکنم پس هستم چون خود تردید هنگامی ممکن است که من باشم و اما کلمه سیتیزن یا سیتی یوان از همان کلمه شهروند گرفته شده که معنی طبعه یک دولت رو میده برای اولین بار کلمه دیویتاس دی توسط آگوستین برای دولت الهی به کار برده شد از همین کلمه هم شهر آگوستین به وجود آمده که میتونیم اون رو شهر خدا یا جای خداوندی بنامیم در واقع آگستین در تلاش برای برآوردن نیازهای مردم برای دفاع در برابر تاراجگری و حفاظت از مردم در برابر جنایت بزرگترین اثر فلسفه سیاسی مسیحی تا آن زمان یعنی شهر خدا را نوشت که خودش اثر برجسته ای در فرهنگ جهان است از دیدگاه ایشون جایگاه کسانی که از هر دو جهان فارغ بودند شهر خداست که در مقابل آن شهر جهان وجود دارد همچنین شهر زمینی مربوط به حفاظت کال مادی انسان و شهر خدا مربوط به سرنوشت روحانی است ایشون معتقده که محبت و وفاداری انسان بیش از حد است و بعضی اوقات او را گرفتار کشمکش می کند. اما حتی در روزگار آگستین هم نزاعی درباره پذیرش خدایان سنتی روم و خدای مسیحیت وجود داشته و او یقین داشت که سرانجام باید شهر خدا همه اشیاء را تحت نفوذ خودش در بیاره و باید مردمان خودشان را در اختیار آن بگذارند و از قوانین آن پیروی کنند چون که وحدت و پاکی هواریون و قدرت کلیسا همه از اونجا سرچشمه میگیره و افکار او اساسا نظری قدرت در حوزه کلیسا قرار می گرفته البته همونطور که شما بینندگان گرامی اندشکده آیدیا میدونید بسیاری از به اصطلاح فلسفه در دوران جمهوری اسلامی مایل هستند که فارابی رو این چنین نشان دهند و صرفا چون او در دوران بعد از حمله اعراب زندگی میکرده میخواهند فلسفه او را یک فلسفه دین محور و اسلام محور نشان دهند که اصلا و ابدا اینطور نیست او ایرانی است و فلسفه ایرانی هست که اسلام همواره از این فلاسفه قرض کرده تا به افکار آنچنانی خودش ادامه بده و بتونه در مبانی عقلانی از اونها مثال بیاره و این دین بی عقل را دارای اعتبار بکنه مبنای نظریه آگوستین آموزه های کتاب مقدس درباره دو نوع طبیعت انسانی است و مبنای فارابی گرایش انسان به شهری بودن انسان است همین اختلافات منجر به اختلافات در نظام حاکم بر آرمان شهرهای اونها شده آگستین برای شهروندان تکیه داره و فارابی بر رئیس شهر پس خوب توجه کنید که آگستین بر شهروندان اون شهر تکیه داره ولی فارابی بر رئیس شهر از طرفی بررسی مبانی نظری و نظام حاکم نشون میده که امکان تحقق شهر خدا هم منوط به وجود شهروندان اون هست و همواره از ابتدای تاریخ نام شهر خدا وجود داشته اما هرگز جامعه عمل نپوشیده و در صورتی که آرمان شهری که منوط به وجود رئیس شهر به رئیس دانشمند است بیشتر قابل دستیابی است در نهایت اگر شهروندان را هم مورد بررسی قرار بدیم این نتیجه را خواهیم گرفت که بر مبنای این دو آرمان شهر اندیشه آگستین در فلسفه مدنی بیشتر کلامی و اندیشه فارابی بیشتر فلسفی است بسیار خوب در اینجا با اینکه این موضوع جلسات زیادی رو میطلبه به پایان این برنامه می رسیم سپاس که همراه ما بودید و تا دیدار دیگر بدرود